بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین در برنامه تلیعه اونس خدمت دوستان عرض میکردیم آداب اعمال ادعیه ماه شریف رجب را و رسیدیم به سومین دعا از اعمال مشترکه ماه رجب که واقعا این دعاها جنجینه های ارزشمند معرفتی و برای حاجات دنیا و آخرت ما پروردگار عالم از زبان معصومین علیه مسلم این ادیه به ما تعلیم فرموده است دعای سوم میخوانیم اللهم انی اسالک صبر شاکرین لک اشاره به مقام صبر در این دعا می شود که خدایا ما از تو می خواهیم که به ما مقام صابرین و شاکرین درگاهت را عنایت کنی که حالا صبر چقدر مراتبی داره به واقعا مستاق اتمش ذرات معصومین علیه مسلام و عمل الخائفین من طوری رفتار کنیم که واقعا از مقام خدا بترسیم که البته حالا این توضیحی داره خیلی دوستان بیان میکنن آیا ما باید از خدا بترسیم قرآن میفرماد اما من خوافم مقام رب بهی از جایگاه خدا از عدالت خدا ما میترسیم و الا خداوند ترس نداره اینم اشاره شده و عمل الخائفین من، طوری رفتار کنیم که نشان بده ما خشیت الهی داریم حتی قرآن راجع به علما میفرماد نما یخش الله من عباده العلماء مقام خشیت الهی و یقین العابدین لک خدا یا طوری رفتار بکنیم و زندگی کنیم که در مقام و رتبه یقین عابدین درگاه تو باشیم اللهم انت العلی العظیم خدا یا تو علی و عظیم بلند مرتبه هستی و انا عبد و کل با من بنده فقیر و کمترین تو هستم انتل غنی و الحمید خدای تو بینیاز و ستوده هستی و انا لعبد و زلیل. من بنده کمترین و زلیل درگاه تو اللهم صل علی محمد و آله و امنون به که علی فقری خدایا به برکت غنای خودت فقر من رو جبران کن و به حلم که علا جهلی خدایا به برکت حلم خودت جهل مرا جبران کن و به قوت که علا زعفی به قوت خودت بر ضعف من ترحم کن یا قوی یا عزیز اللهم صل علی محمد و آله الاوسیا المرزیین وکف ما اهم منی من امر دنیا و که مخصوصا این صدای شریف که خدمت دوستان و بینندگان محترم عرض کردیم بسیار شایسته است که ما در طول ماه شریف رجب بخوانیم ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بده از این دعاها بهره مند شیم در چهارمین دعایی که مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در کتاب شریف مفاتیح الجنان فرمودند دعایی است که البته چون دعا مفصله بنده به مقدمات دعا اشاره میکنم عزیزان مراجعه میکنن به کتاب شریف مفاتیح و دعا را انشاءالله میخوانن اللهم یا زلمنن سابقه خدایا تو اون خدایی هستی که دارای منت بر ما در نعمتهای فراوان هستی اینقدر به ما عنایت و رحمت و محبت داشته ای که ما غرق نعمت تو هستیم ولی آلا الوازعه آلا یعنی نعمتها وازعه یعنی گوناگون یعنی خدایا نعمتهای گوناگون به ما دادی از نعمت های ظاهری که واقعا ما نمیتونیم اونها را احساب کنیم قرآن میفرماد و ان تعدو نعمت الله لا تحسوها حتی اگر بخوایم ما به عدد شماره کنیم نعمت های خدا رو نمیتونیم بشمریم ولا آلاء الواز نعمت های گوناگون از نعمت های ظاهری تا اهم و نعمت ها که ولایت حضرات محمد و آل محمد علیه السلام است ما وظیفه داریم این نعمت ها رو بگیم قرآن میفرماد اما به نعمت ربک فحدث یا رسول الله نعمتهایی را که ما بر شما داشتیم به زبان بازگو بکنید که گفتن نعمتهای خدا خود بیان تشکر است هرچند که ما وظیفه ادا شکر را در قالب انجام وظیفه هم داریم و رحمت الواسعه خدایا تو دارای رحمت واسعه هستی و القدرت الجامعه و نعم الجسیمه و المواهب العظیمه که ارز کردم از آن این دعا را مراجعه میفرمان به کتاب شریف مفاتی و این دعا را انشاءالله میخوانی باز دعایی هست که اشاره شده اللهم انی اسألو که به معانی خدایا ما تو را قسم دهیم و میخوانیم به معانی جمیع ما او که بهی ولات و امرک خدایا ما به اون ادعیه و دعاها و نامهایی که ولات امرت و اولیاء تو تو را میخوانند میخوانیم ببینید عزیزان من اینجا اشاره بکنم هرچند ما هر کدام یه ذوقی در دعا و خواندن خدا داریم من تا واقعا بهترین دعاها دعاهایی که از زبان اون عزیزان به ما رسیده کدام مکتب و فرقه است که بتونه دعایی مثل دعای کمیل دعای ندبه دعای ابو حمزه مناجات خمسه عشر واقعا هیچ گروهی در سطح عالم به کمترین این ادعیه هم دسترسی ندارد الا اینکه سر سفره اهل بیت علیهم السلام باشد و لذا حتی ما در بیان دعا در این دعا اینطور میخوانیم که خدایا ما به معانی که ولات امر تو تو را میخوانند تو را میخوانیم این هم دعای مفصلی است البته که عزیزان باز مراجعه میفرماند به مفاتیح و میخوانید ششمین از آداب مشترکه ی ماه شریف رجب دعایی است که بیشتر معروفیت داره اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی نسانی و ابنهی علی ابن محمد المنتجب البته همطور که در برنامه اول خدمت دوستان ارز کردیم ماه رجب ماه بسیار پرمناسبتی است از روز اول که ولادت امام پنجم ما محمد باقر علیه السلام است تا حتی روزهای آخرین ماه در این دعا ما اینطور میخوانیم که خدایا ما تو را قسم میدهیم به حق دو مولود عزیز این ماه یکی وجود نازنین امام باقر محمد ابن علی سانی وجود نازنین امام محمد باقر که روز اول این ماه به دنیا آمدن و ابنهی علی ابن محمد المنتجب و فرزندشون امام حادی که علی ابن محمد هستن البته از آن میدانید که در ولادت امام حادی علیه السلام ما دو تا روایت داریم یکی دوم ماه رجب یکی نیمه ماه زلحجه امام هادی امام بزرگوار امام دهم ده ما شیعیان هستند که نام و یادشان باید بیشتر مطرح بشه و خدا لعنت کنه اون وهابیتی که مرقد این بزرگوار را جسارت کردن و الحمدلله بهتر و بیشتر از قبل با بازسازی میشه بعد ولیکن ما وظیفه داریم که نام اهل بیت را در قالب شعائر دینی مطرح کنیم نام اهل بیت شعار دین است چون عزیزان اسماء الله هستند حالا در این دعا امام معصوم به ما تعلیم میدهند که ما وظیفه داریم با نام اهل بیت خدا را بخوانیم اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی نسانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب و اتقرب بهما الیک خیر القرب به واسطه این عزیزان به سوی شما نزدیک می شویم. قرب ما و نزدیکی ما در پیشگاه پروردگار عالم به برکت اهل بیت علیه السلام است سریح قرآن اون وحابیتی که ادعای پذیرش قرآن را دارن مراجعه کنن به آیه سی پنجم سوره مبارکه ماعده که قرآن شریف میفرماید فرماید وبتقو الیه وسیله با وسیله به درگاه من بیایید و تقرب بجویید و اهل بیت علیه السلام فرمودن و الله نحن الوسیله حالا فرصت نیست ما در مقام بیان اعمال ماه شریف رجب هستیم که از آن مراجعه کنید ببینید واقعا خواندن خدا باید به با اسماع خدا باشد و اسماع خدا حضرات معصومین علیه هستند هستن هفتمینه از اعمال مشترکی که نام بردن دعایی است که جناب حسین ابن روح نائب خاص حضرت بقیت الله ارواح و فدا ایشون این دعا را یاد کرده و از ناحیه حضرت به ما رسیده که میخوانیم الحمدلله لذی الذی اشهدنا مشهد اولیائهی فی رجب که ایشون میفرمایند که حضرت فرمودن در ماه شریف رجب به زیارتگاه هر کدام از ائمه تاهرین و معصومین مشرف شدید دعا را بخوانید که بنده اینجا اشاره کنم ماه شریف رجب ماه زیارت اولیاء خداست مخصوصا آقا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که انشاءالله در اعمال مختصه انشاءالله عرض میکنیم که شب اول ماه روز اول ماه و مخصوصا نیمه ماه رجب زیارت آقامون امام حسین علیه السلامه و مخصوصا فرزندشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و همه ائمه طاهرین ماه رجب ماه زیارت اهل بیت علیه السلام و در این دعا می خوانیم که الله الحمد لله الذی اشهدنا مشهد اولیاء خدایا تو رو شکر میکنیم که در این ماه رجب به ما توفیق زیارت اولیاء را عنایت فرمودی که چقدر ثواب در زیارت اهل بیت است و هشتمین از اعمال مشترک ماه رجب دعایی است به نام دعای یا من ارجوه لکل خیر که انشاءالله حالا در جلسات آینده راجع به این دعا توضیح داریم که حضرت فرمودن بعد از هر نماز این دعا را بخوانید دعای بسیار پر محتوا که ارز بکنم انشاءالله در جلسه آینده توضیح پیرامون کلمات این دعا خدمتتون عرض بکنیم و حتی خیلی از علما سفارش میکردن بلکه دوره سال دعای یا من ارجوه به لکل خیر را بخوانید ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بهره برداری معنوی از فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام را عنایت فرماید و ان شاء الله از دریای سرشار معارف الهی که توسط اون عزیزان به ما رسیده ما بتونیم بهره منشیم شیم و در دعاها می که اشهد ان به ولایت کتقبل الاعمال به ولایت امام زمان سلام الله علیه خدا ان الله این اعمال کمترین را از همه اما ام پذیرا باشه و امام زمان ارواح و از ما خوشنود بشن و صلی الله علی محمد و آل محمد شبکه جهانی امام حسین علیه السلام ای فراتر از کهکشان